سلام درود بر شما خیلی کوتاه مختصر میخوایم پلاگین فوق العاده ایرپورت ویژوال سیستم یه ساخته شرکت فلایت فاکتور هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم همونجور که توی ویدئوی معرفی پلاگین ها قبلا هم دربارش صحبت کردیم که برای اینکه بتونیم راحت تر تکسی وی ها یا گیت هایی که نیاز داریم رو پیدا بکنیم من قبلا یک پلاگین به اسم ایپورت نویگیتور رو خدمتون معرفی کرده بودم که خب یک مقدار کار باهاش سخت بود محیط جذابی نداشت نمیشد این ور اونور رفت فقط سنتر مپ رو در نظر می گرفت اینکه خب بعضی وقتا خیلی از حرف‌ها ناخوانا بود اما خب از زمانی که این پلاگین جدید رو پیدا کردم دارم دیگه ایپورت نویگیتور رو تصمیم گرفتم از روی سایت بردارم تا بتونید به جاش از این پلاگین فوقلاده استفاده بکنید من ایپورت نویگیتور رو خاموش میکنم میریم سراغ پلاگین ایپورت ویژوال سیستم یا همون ایپورت وی اس. کاری که این پلاگین میکنه خیلی شبیه به پلاگین ایپورت نویگیتور هست با این اختلاف که قابلیت های به شدت جذاب داره این پلاگین این پلاگین یک مپ فوق العاده زیبا رو از سینریی که درش قرار داریم بهمون به میده و کاملا هم قابل زوم هست تا هر حد که بخواید میتونید با موس بینش جابجا جا بشید اسم تاکسی ها رو ببینید اسم رانوی ها و همینطور شماره گیت ها رو اگر در آخرین مرحله زوم قرار بگیرید این اطلاعات دقیق اطلاعاتیه که سازنده سینری وارد سینری کرده و خب این قابلیت رو ایپورت نویگیتور هم داشت ولی بریم قابلیت کلی این پلاگین رو با هم دیگه بررسی بکنیم اول اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم بعد میریم سراغ مودهای مختلفش اینجا نوع روتیت کردن مپ رو داریم اگر روی هدینگ باشه هدینگ هواپیما در هر حالتی باشه خب مپ با اون میچرخه و اگر روی ترو باشه مپ رو در جهت شمال برامون قرار میده و خب اینطوری اکثرمون عادت داریم چون چارت ها رو هم به همین صورت همگی میبینیم قسمت بعدی که یکی از قابلیت‌های جذاب این پلاگین هست میتونید ای کد فرودگاه خودتون رو واردش بکنید که هر موقع به اون فرودگاه مورد نظر رسیدید بتونید خیلی سریع مود مپتون رو عوض بکنید به طور مثال زمانی که روی حالت اوریجین هست یعنی فرودگاه مبدعتون اینجا ای کدش رو وارد میکنید من الان چون توی فرودگاه امام خمینی قرار داریم ای کدش رو وارد میکنم اسکار ایندیا ایندیا اکو و یک بار روش کلیک میکنیم بعدش میریم به دستینیشن یا همون فرودگاه مقصدمون اینجا هم به طور مثال من اسکار ایندیا تانگو تانگو وارد کردم فرودگاه شهید مدنی اینجا اسم فرودگاه و همینطور ارتفاع فرودگاه رو میتونید ببینید و در نهایت هم فرودگاه آلترنیتتون رو هم میتونید اینجا تعیین بکنید ایکا کدش رو وارد بکنید به طور مثال به طور مثال اسکار ایندیا چارلی سیارا این هم از این حالا برمیگردیم به فرودگاهی که توش قرار داریم حالت بعدی به شدت جذاب مخصوصا مخصوصا برای دوستانی که آنلاین پرواز میکنن خیلی وقتا خیلی وقتا پیش اومده که کنترلر یک تاکسی وی رو گفته یک مسیر تاکسی رو گفته یا یک گیتی رو گفته که بر اساس حالا شاید سینری دیفالت خود شبیه ساز اون اطلاعات رو داده اما خب اون سازنده سینری حالا به هر دلیل شاید اسم یک تاکسی وی یا اسم یک گیت رو اشتباه نوشته باشه این حالتی که اینجا قرار دادن برای اینه که شما بتونید اطلاعات سینری که درش قرار دارید و سینری دیفالت شبیه ساز رو ببینید و بینشون جابجا جا بشید این اطلاعاتی که الان داریم برای این سینری هست که جناب ترامشلو ساختن و خب یک سری گیت ها رو مشخص نکردن که استاتیک ایکرافت گذاشته باشن حالا میخوایم اطلاعات سینری دیفالت رو بخونیم کافیه که از روی حالت کاستوم بریم روی حالت دیفالت این الان اطلاعات دیفالت خود شبیه هست برای این فرودگاه همونجوری که مشاهده میکنید دوباره برمی گردیم روی حالت کاستوم و میبینیم خب چه تغییرات اینجا شامل شده حتی اینجا فکر کنم یک سری گیت هم داشته باشیم خیر فقط اکسیوی هاش هستش از این منو هم میتونیم مود مختلف رو انتخاب بکنیم بطور مثال این مود ایرپورتس هست که خب هم تاکسی ها و هم اسم رمپ و گیت ها و همینطور همه اطلاعات کامل رو داده اگر بریم روی تاکسی فقط مسیرهای تاکسی رو برامون مشخص کرده و خب قابلیت جالبی که داره میتونیم تاکسی ویمون رو اینجا بچینیم به صورت یک روت مثلا میخوایم بریم به هولچور پوینت رانوی تو ناینر لفت و میخوایم از مسیر یونیفرم بریم به کیلو بعدش وارد آلفا بشیم و بعدش هم وارد جولیت و در این قسمت هولد کنیم به اصطلاح خب میایم مسیرمون رو میچینیم میگیم از اینجا این به این قسمت همین ها رو مشخص میکنیم ما میخوایم برسیم به این قسمت و بعد اکسپت رو میزنیم حالا به صورت یک روت نمادین این مسیر رو برامون مشخص کرده خیلی میتونه قابلیت جالبی باشه مخصوصا برای فرودگاه های بزرگ و خب زمانی که کنترلر اون مسیر رو بهتون میگه میتونید خیلی سریع روتتون رو مشخص کنید و طبق اون پیش برید خب حالا میایم ما این رو کلیر میکنیم clear روت و خب حالا هر روت دیگه رو که بخوایم میتونیم وارد بکنیم میریم بخش بعدی که بخش چارت هست جالبی که این برنامه داره میتونه چارت رو هم برامون باز بکنه فکر کنم حتی عکس رو هم بشه باز کرد بله این یک سری اسکرین شات من گرفتم اینها رو هم میتونه باز بکنه هرچند من پیشنهاد میکنم حتما از پلاگین ای e بک که قبلا معرفی شده برای باز کردن چارت هاتون استفاده بکنید خیلی پلاگین حرفه ای تری هست برای مشاهده چارت و حالا فایل های مختلف پی و در نهایت هم تنظیمات رو داریم اینجا یک سری شخصی سازی ها میتونید برای خودتون انجام بدید بهطور مثال زمانی که روی حالت دیفالت نصب میکنید باید با اسکرول موستون زمانی که اون رو فشار میدید بتونید بین مپ جا, به جا بشید اما خب من روی لفت باتن گذاشتم زمانی که کلیک سمت چپ رو میزنیم اینطوری میتونیم بین مپ جا, به جا بشیم گرافیک مود رو داره که گرافیک مود اصلی به این شکل هست و آلترنیتیف هم که به این صورت حالا مود دیگری هست من مین رو ترجیح میدم آبجکت هایی که توی هر مپ نمایش داده میشه رو اینجا میتونیم مشخص بکنیم به طور مثال تاکسی ساین ها یعنی اسم تاکسی وی ها این دومی رو واقعا من نمیتونم پیدا بکنم برای چی هست یک مقدار زوم میکنیم واقعا مشخص نیست و همینطور ترافیک هم من چیزی نمیبینم تغییر کنه اما زمانی که او آر و ILS رو بزنید خب مکان وی و آر و اندی بی ها رو نشون میده با, با فرکانسشون و همینطور رانوی هایی که ایل دارن و باز هم فرکانس اونها و در نهایت هم اگر ترین اند ودر رو اکتیو بکنید یک حالت ترین رادار میشه براتون یا همون ودر رادار میشه و خب مناطق اطراف رو به این صورت بهتون نشون میده قابلیت جالبیه واقعا که توی یک پلاگینی که بهش مپ رو نشون داد این رو هم اضافه کردن ایده خیلی جالبی هست اما خب زیاد برای بند کاربردی نیست من ترجیح میدم این رو خاموش نگه دارم بعدی زوم مود هست که خب نحوه زوم کردن روی مپ رو مشخص میکنه اگر روی پروجکشن سنتر بزنید روی هواپیماتون اکثرا زوم این و زوم آوت میکنه میبینید هواپیما اینجاست الان اینجا داره زوم این و زوم آوت میکنه اگر آن مپ سنتر بزنید این نقطه وسط رو پیدا میکنه و روی همون زومین و زوم اوت میکنه خودتون باید جابجا جا بشید اگه هم آن موس پوزیشن بزنید موستون هر کجا باشه اونجا رو زوم میکنه حالا مثلا من این گوشه رو گرفتم زوم میکنم اینجا زوم اوت دوباره اینجا زوم میکنم من ترجیح میدم روی آن مپ سنتر باشه و در نهایت هم وین ساکس که دیگه همگی باشون آشنایی داریم که محل وین ساکس ها رو بهمون به نشون میده که کجاها قرار دارن و همینطور حتی درجه و سرعت باد رو هم بهمون نشون میده زمانی که روش زوم میکنیم به شدت پلاگین واقعا فوق العاده ای هست و خب حتما بعد از اینکه آپشناتون رو سیو کردید سیو آپشن رو بزنید که این تنظیمات یادش بمونه قابلیت جالبه یه قابلیت جالب دیگه ای هم که داره خب شما دارید تاکسی میکنید نمیخواید این مپ تالو بزرگ رو اینجا ببینید اولا که میتونید سایز اون رو تغییر بدید این کوچیک حالتشه و بعدش اگر این گزینه اینجا رو بزنید حالت ترانسپرنتی به خودش میگیره و خب شما میتونید کار خودتون رو انجام بدید دوباره اگر خواستید این گزینه رو میزنید و کامل نمایش داده میشه براتون